حالا لونا همیشه اینجا میخوابه. قرار بود اینو هفته پیش شروع کنم ولی مریض شدم. صبح خیر. شبیه ایمو گرلم. یعنی همه چی آوردم شستشوی صورت نیاوردم. واو سکین کیر. شبخه من از دیروز حالم بد شد، یعنی بابک مریض بود و من میدونستم من قرار مریض بشم ولی فکر نمیکردم انقدر بد مریض بشم. امروز صبح هم اصلا بدنم عرق داشتم میلرزیدم، خیالم بد بود ولی الان یه ذره گذشته بهترم، ولی بدن درد وحشتناکه. تمام سشن های باشگاه با این هفته باید کنسل کنم. یه به جز اون الان یه ذره بهترم، هی خوب و بد داره میدونی. الان ساعت 7 من که بخوام انقدر دیر پا نمیشم، حداقل الان مریض شم بهتر از اینه که تو زمستون 2 ماه دیگه مریض شم. این هفته قبل از پایان ترممه، دارم سعی میکنم آروم حرف بزنم چون بابک خوابه. بعد واسه همین هیچ کار خفنی ندارم جز درس خوندن. هفته پیشم همینجوری گذشت، یعنی کل تایمی که نبودم من فقط پای لپتاپ بودم. این هفته هم پای لپتاپم. anyway از هفته پیش تا الان فقط این که پیرسینگمو درآوردم به خاطر اینکه دیگه داشت اعصابم خرد میشد، یعنی لامصب پاد کرده بود بعد خوب که نمیشد. ببین من هر کاری فکر کنی کردم، هر DIY که بگی انجام دادم خوب نشد، هی هم داشت بیشتر باد میکرد و اعصابم دیگه خرد کرده. آقا اصلا به من نیومده که بخوام نوز رینگ داشته باشم. I was like fuck it. این سومین باری بود که خواستم بزنم پیرسینگ نشد. خلاصه که درآوردمش، الان انقدر بادش خوابیده فقط یه ذره زخمه داره خوب میشه، اصلا راحت شدم. anyway that's pretty much it. هفته پیشم کلش مریض بودم، باز هم بیشتر تایمم تو تخت بودم، یا داشتم درس میخوندم یا میخوابیدم، یا درس میخوندم یا میخوابیدم. ولی امروز فکر کنم با یکی از دوستام برم SLC که مال یه دانشگاه دیگه است، یه قسمت دارم واسه درس خوندن. چون ببین وقت نداری وقتی داری واسه پایان ترمینا میخونی، وقت نداری بری بیرون با دوستات، واسه همین میری با دوستات درس بخونی. یی حداقل یکی رو داری تو اون بدبختیت، میدونی احساس بهتری میده که تنها نیستی تو درس خوندن. اوکی قبل اینکه برم درس بخونم، اکتیویتی اول روز داریم میریم گوشی جدید بگیرم. من گوشی که الان دارم فکر کنم آیفون 11ه، خیلی وقت دارمش، خیلی داغونه، دلم خیلی گوشی جدید میخواست ولی نگرفتم این چند وقته به خاطر اینکه خیلی گرونه. ولی فکر کنم فایننسش کنم، یعنی مثلا قسطی میدی بلا 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 سو بتونم پولشو بدم. با لپتاپم هم همین کارو کردم، خودم خیلی راضیم. بریم ببینیم اصلا دارن یا نه، چون آیفون 15 تازه اومده شاید نداشته باشن. اوتفیت امروز شلوار جین، تاپ نمیدونم کجاست، سپورتس برا نمیدونم کجاست. That's pretty much it. Let's go. اول باید برم مامو خوش کنم، فکر کنم خیلی سرده. خوبه دیگه. سارا برگشته با یه گوشی جدید. Look at this. Oh my god. بعد از اینکه رفتیم گوشی رو خریدیم، رفتیم صبحونه خوردیم. البته صبحونه دوم من بود، چون یه جوری میشه گفت ناهار من بود. Oh my god. اینجایی که میریم فرنچ توستش. آه نمیدونی چقدر خوشمزه بود. anyway بذار بازش کنیم. ببین من دلیلی که گرفتم این گوشی رو بیشتر از همش، بجز اینکه گوشیم داغونه و هی خاموش میشه، تاچش کار نمیکنه و این چیزا، بیشتر از همش به خاطر اینکه شنیدم که خیلی دوربینش خوبه و کریستینا گوشی جدیدشو گرفت. اوه look at this. گوشی جدیدشو گرفته بود و اینجوری بود که واو 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 واو
یه جوری که چه رنگی میخوای، گفتم I don't care man. آخه اصلا نمیفهمم چرا مردم واسهشون انقدر مهمه رنگش چیه، چون که قاب میندازم. بشم این قابش به همین میخوره، شکلش فرق داره، فکر نکنم بخوره. خلاصه که من شنیدم که دوربینش خیلی خوبه. من انتظارم اینه که دوربینش عالی باشه و دلیلی که گرفتم واسه همینه. بخاطر که من بیشتر میدونی ویدیوهایی که واسه اینستاگرام و اینا میگیرم خیلی قسمتای حتی ولاگام هم از رو گوشیمه. بعد خب احتیاجه، میدونی احتیاجه واسه کارمه. بذار فرقش صفحه این بالاش که اینجا سیاهه، اینجا سیاه نیست، اینجا کار میکنه. اوکی این ریویو تکنولوژی نیست، من میدونین که تو تکنولوژی خوب نیستم. بعد چارجر اینم فرق داره با این. Okay, it's pretty stupid but whatever. Anyway آقا یادتونه گفتم قرار بریم یه دونه ساختمون دیگه که درس بخونیم با یکی از دوستام. برای یه دانشگاه دیگه است که یه دونه کل ساختمون 7 طبقه فقط قسمتای درس خوندن داره. بعد توی راه بودم داشتم برمیگشتم از برانچ با بابک، اینجوری بودم که کیو سله داره الان آماده شم که برم یه جای دیگه درس بخونم. وقتی پایین خونم میتونم درس بخونم و کلا خوشم نمیاد با آدمای زیاد در ارتباط باشم. مثلا وقتی درس میخونی حواست پرت میشه، میدونی دوست دارم قشنگ یه جای سکوت باشه. خلاصه که گفتم که هلو به دوستم، گفتم که بیا بریم پایین درس بخونیم. Cause you know هر موقع خاصی خسته شدی، البته بعدیش هم اینه ها، مثلا هر موقع رمی لونا thank you، هر موقع خسته شدی میتونی برگردی، میدونی خوبیش اینه. البته بعدیش اینه به خاطر اینکه فکر کنم مثلا وسط درسی بعد حوصله‌ات سر میره، خسته میشی دیگه درس نمیخونی، به جایی که میتونم برم بالا خونه. But anyway اصلا حوصله ندارم برم بیرون. بعدش هم که امروز صبح چون بابک خواب بود نشستم درسامو خوندم، تقریبا یک صفحه دیگه میخوام که کلاس بیولوژی مو تموم کنم. ای بچه بعد بتونم برم سر کلاس فیلمم. این هفته نه تنها پروژه های آخر ترممه، بلکه پایان ترمم هم از هفته دیگه شروع میشه. یعنی تکنیکلی هفته دیگه شروع میشه فاینالم. این هفته کلاسای و پروژه های آخره که داریم دیگه تموم میکنیم. سو هفته سختیه، ولی هفته مزخرف هفته دیگه است که دیگه دهنمون سرویس میشه. یک و 50 دقیقه است. من یه ذره زودتر اومدم که یه ذره همه چیو بچینم تا دوستم بیاد. فکر کنم از الان درس بخونیم تا ساعت 6. حدسم اینه که تا ساعت 6 یا حداقل تا ساعت 5. نه، تا ساعت 6. تا ساعت 6 اینجاییم و درسمو تموم میکنم و پروژه رو میفرستم. پلیز سارا بشین درستو بخون. از اینجا میتونی بفهمی که سارا به اندازه کافی درس خونده. انقدر خستم ساعت 6. مرسی کامل درس خوندم. خیلی اصلا پایین درس خوندن مخصوصا وقتی با یکی دیگه ای یا انگار مجبورت میکنه که درس بخونی، میدونی چی میگم؟ خیلی خوب بود ولی اصلا قشنگ ترکیدم. جفن میبینی موخه دیگه کار نمیکنه. من ساعت 6 بیدارم دارم درس میخونم، به جز اون وسطش که رفتم بیرون بیشتر روز درس خوندم. خستم. صبح دوشنبهتون بخیر. دوشنبه ها روز مورد علاقه هم البته. نمیدونم روز اول هفته است، همچنین میتونی روزتو خوب شروع کنی. امروز صبح پاشدم ولی داشتم یخ میزدم. یخ! ببین این خونه هیچ وقت سرد نمیشه به خاطر اینکه گردش هوا نداره. و یکی از چیزای این خونه اضافه کنیم، گردش هوا ندارم. واسه همین همیشه گرمه. دیشب داشتم یخ میزدم، یعنی صبح پاشدم از ایناست که بیداری ولی نمیخوای از زیر پتو بیای بیرون، چون داری یخ میزنی اینجوری که نمیخوام روزو شروع کنم. بعد دیگه خلاصه پاشدم که برم فقط هیتر رو روشن کنم و پنجره رو ببندم، چون پنجره باز بود. کی باز گذاشت؟ اینجا چی میگی خانم؟ بذارم چند درجه است؟ منفی 4 درجه است. تا الان منفی نداشتیم. تموم شد، پاییز تموم شد. میشه بریم و چرا؟ میدونم میخوای روی اینترنت باشی ولی من مهمترم. امروز صبح کلاس یوگا دارم. گایز من عوض شدم، سارا عوض شده. سارا دیگه سارای قدیم نیست. سارا الان 2 هفته است باشگاه نرفته. من 2 هفته پیش که پشتم آسیب دید، کمرم آسیب دید دوباره، دیگه قطعش کردم ورزشو به خاطر اینکه نمیخواستم بیشتر آسیب ببینم، چون به عنوان کسی که خیلی آسیب دیده میدونم اگه روش ورزش کنم چقدر بدتر میشه. دیگه شروع کردم رفتن یوگا و پیلاتز و از این داستانا، از این کارا زیاد میکنم. آره میدونم کی فکرشو میکرد، not me. anyway
اینجایی که میرم سوئسن تانیکه، بعد خیلی خوبه، من خیلی دوستش دارم، کلاسیه و نمیدونم یه ذره موتیویشنم به عنوان ورزش از دست دادم، واسه همین خیلی خوبه که کلاس بری و یکی دیگه بهت بگه چیکار کنی وقتی خودت نمیخوای ورزش کنی. بعدش هم که خیلی سبکتره به خاطر اینکه با هیچ وزنه‌ای کار نمیکنی. واسه همین فعلا دارم این کارو میکنم، اصلا تو مود ورزش نیستم، واسه همین اصلا نمیخوام خودم پوش کنم، فقط هر روز یا میرم یوگا یا میرم پیلاتس، which is amazing. تنها مشکلش اینه که نمیتونم فیلم بگیرم به خاطر اینکه اجازه نداری گوشی تو ببری تو، so that sucks. But خیلی دوستش دارم، خیلی چیله. وقتی از ورزش میام خونه خوابم نمیاد، اوکی، و میتونم کار کنم تو روز و اونقدر به بدنم فشار نمیاره که دارم از گشنگی میمیرم نمیدونم با خودم چیکار کنم. فعلا حالا اینجوری ادامه میدم، فکر کنم تا هفته دیگه، به خاطر اینکه میخوام یه ذره کمرم جا بیفته، چون الان کمردردم خدا رو شکر خوب شد، اوکی. مثلا فکر کنم هفته یکی دو بار برم باشگاه، بقیه‌شو بیام برم یوگا که فقط همین عضلاتی که دارم رو نگه دارم، ولی دیگه نمیخوام بیشتر عضله سازی کنم. بس دیگه، خوشحالم با شکلی که هستم. امروز صبحمون اینجوری میگذره، البته که ساعت 9:30 تا موقع باید بشنم درس بخونم. این قهوه دوممه. قهوه اولمو خوردم تموم شد. نمیدونم چرا این زمان سال که میرسه همش فقط تنها کاری که میخوام بخورم اینه که بخوابم. نمیدونم روتینم هم عوض نشده، ولی الان اینجوریام که الان یه نیم ساعت اینجا نشستم دارم یوتیوب میبینم، اینجوریام که نمیخوام پاشم. واسه همین کمک میکنه با یکی دیگه درس بخونی، میدونی، حداقل مجبورت میکنه یه موتیویشنی بده که درس بخونی. فکر کنم امروزم اون کارو کنم به خاطر اینکه وگرنه جدی دارم میام، فکر نکنم درس بخونم. دیروز پروژه زیستمو فرستادم، امروز میخوام رو پروژه فیلمم کار کنم. اکچولی این آخرین پروژه‌ای که واسه فیلمم دارم انجام میدم، یه دونه اسه بعد بنویسم راجع به فیلم ترسناک، ژانر فیلم ترسناک، و فیلمی که من انتخاب کردم گراوته. راجع به اون بعد بنویسم و این پایان ترممه، یعنی من اینو بفرستم تموم میشه این کلاس. خب میخوام تمومش کنم بره، میدونی، حداقل دیگه دو تا کلاس واسم میمونه. دارم این کارو به شما میگم که به خودم موتیویشن بدم که از جام پاشم. دروغ نگم، اصلا درس نخوندم، همش تو تخت بودم، داشتم شیملس میدیدم. الان سریال مورد علاقم شده شیملس، so توی فکر کنم یک هفته الان سیزن پنجم. نمیدونم چجوری این کار رو با خودم کردم، ولی anyway دارم حاضر میشم، الانم دیر شده و برسم به کلاسی که دارم. Oh my god guys، واسه بلک فرایدی سیل جیم شارک از هفته پیش بود، تا جیم شارک سیل 70% گذاشت من یالمه چیز خریدم، این هفته واسم میاد. خیلی هیجان زدم چون احساس میکنم واقعا دیگه از لباسای ورزشیم خسته شدم. من لباس ورزشی بیشتر دارم تا لباس نرمال، واقعا این چیز قشنگ پوشیدن خیلی بهت اعتماد به نفس میده، احساس میکنم سرد بروش چیز بپوشم یخ میزنم بیرون. Guys من دیروز اصلا فیلم نگرفتم. Okay, I know. Let me explain. بذار توضیح بدم. دیروز بعد از اینکه از ورزش اومدم، قشنگ صاف وسایلم جمع کردم، رفتم پایین با یکی از دوستام که اینجا زندگی میکنه، با هم رفتیم پایین درس خوندیم. کل روز داشتم درس میخوندم. ببین باورت نمیشه، من پروژه آخر فیلممو تموم کردم دیروز. امروز صبح پا شدم، ریچکش کردم، همه چی دوباره خوندم، دیدم اوکی همه چی خوبه، یه چند تا چیزو ادیت کردم and kaboom تموم شد. یعنی دو تا کلاس مونده واسم. خیلی به خودم افتخار میکنم. ببین بعضی روزا دیدی مثلا توی مود درس خوندنی، نمیخوام از اون روزم استفاده نکنم واسه درس خوندن، دیدم تو مودشم، گفتم موهای منو، گفتم بذار تموم کنم. بعد دیگه فرستادم به اینجوریام که اوکی تایملاینمو نگاه کردم واسه امتحانا، دیدم یه جورایی میتونم امروزو آف بردارم. خیلی تصمیم خوبی نیست، ولی واقعا خستم. بعد چون بعد از امروز دیگه پایان ترمم شروع شده، خیلی سخت میشه. واسه همین گفتم امروز آف برمیدارم. امروز صبح پاشدم، یه خبر خوب یه خبر بد، دیدم که پریود شدم. خبر بدم این بود که خیلی حالم بده، دلم درد میکنه، که البته تصمیم خیلی خوبی که امروز آف بردارم چون اصلا انرژی ندارم. و خبر خوب اینه که پریود شدم، بخاطر اینکه من همیشه پریود نمیشم. روز خوبیه، فقط اینکه هوا خیلی دلگیره. البته از اینجا معلوم نیست بخاطر اینکه نمیدونم چرا نمیان پنجره لامصب و بشورن. anyway سال دیگه از این خونه میرم. خلاصه که امروز تعطیلم. سا
ساعت 12 سر میتونیم بقیه روز هیچ کار نکنیم و تصمیم گرفتم ماشین و بابک رو بردارم و بریم خرید. دو آقا من ماشین دلم میخواد. یادتونه تو ایران میرفتیم درایوینگ ویت سارا میرفتیم رانندگی؟ هوا بدا. ولی بریم حداقل یه دور بزنیم نه؟ وگرنه اگه روز تعطیل دیدی اگه همینجوری بشینم خونه خیلی افسرده میشم با اینکه روز تعطیله. اول باید ببینم آقای چجوری رو چسب بزنم که نیفته. با خودم چسب آوردم. چقدر ماشین صدا میده نه؟ ایوا اصلا نمیدونی چه داستانی الان من دارم اینجا که این بذار بهتون نشون بدم. این ترایپاد منه. الان داره میفته قشنگ. ببینیم چی میشه. الان تکون میخورم میفهمیم دیگه. یا ابوالفضل یا علی. ببین من گوشی جدیدم به شارژر بابک نمیخوره واسه همین نمیتونم گوشیمو بزنم که ویزو ببینم. به ویزو اگه نتونم ببینم گوشیم باید دستم باشه و خطرناکه. بگه پلیس منو بگیره چی؟ روز اول دارم رانندگی میکنم. من یه بار کلا رانندگی کردم خودم تنهایی. یه بار ماشین بابک رو بردم بیرون و خیلی خوب بودا. ولی امروز داره بارون میاد واسه همین یه ذره میترسم. کلیده کو فهمت. بذار از این میز بیایم بیرون. دلم واسه ماشینم تنگ شده. اصلا نمیدونم ماشین من کجاست. فکر کنم مامانم اینا فروختنش. نمیدونم. ولی دیگه ماشینی وجود نداره. یا اول فصل. حالا چک کنیم ببینیم کدوم گوری بریم. به به. چه بارونی. این خط منه دیگه. این خط منه. نمیدونم. یا اول فصل. اشتباه کردم؟ احساس میکنم اشتباه بزرگی کردیم بچه ها. چون قلبم داره میاد تو دهنم و اینجا ایران نیست. اینجا نیست که همجی کشکی کلت رو بندازی بری. اوکی؟ همه چیشون یه قانون کوفتی داره. ولی مثلا میدونی خوبیه اینجا رانندگی چیه؟ اینه که حداقل همه بوق نمیزنن، دهنتو سرویس نمیکنن. میتونم بگم تنها خوبیش اینه. واقعاً بقیه چیزا خیلی ترسناکه. البته فکر کنم به خاطر اینکه خیلی وقتم رانندگی نکردم. Anyway، بذار بگم چرا داریم میریم Value Village. البته نگفتم می‌خوایم بریم Value Village. داریم میریم Value Village که وسایل دست دوم داره، که وسایل خونه داره، اوکی؟ میخوام برم ببینم میتونم برم یه آینه بخرم. به خاطر اینکه ما خونه بابک بودیم، هم خونه بابک اومده، اوکی؟ بابک هم خونه جدید داره، هم خونه چیز من آینه خریده بود. از اونجایی که می‌دونی من دو تا بچه شیطون دارم و این بچه‌های شیطون یا اول فصل چه بارونی آینه رو انداختن شیکوندن. بابک هم خونش ایرانیه. تاروفیره نه نمیخواد مثلا اینا پولش اینا. ولی I'm like bro زد آینه تو شیکوند. So میرم واسه یه آینه میخرم. این نگفتم ولی واسه این بود که گفتم که حداقل ماشین بابک رو ببرم. به بابک هم فقط گفتم که دارم میرم خرید، که خیلی رندوم بود چون من همینجوری نمیرم خرید. مثلا اگه آینه پیدا کنم با همون آینه برگردم خونش دیگه. ولی اگه پیدا نشه دیگه نشده دیگه. چیکار کنیم؟ میریم خرید واسه خودم. سو خلاصه که چه پیدا کنیم آینه چه پیدا نکنیم آینه برنده ایم، چون داریم میریم وسایل دست دوم ببینیم. بعد کلا وسایل دست دوم من عاشقشم، چون که یه عالمه چیزای رندوم کیوت میتونیم پیدا کنیم. واسه همین هیجان زدم. 20 دقیقه دیگه هنوز باید تو راه باشم. من حواسم داره پد میشه. رسیدیم میبینمتون. رسیدم پشتم Valley Village. اصلا نمیدونین، یعنی اگه از اون بپرسین کجای شهریم اصلا نمیتونم بگم. فقط میدونم که غرب تورنتو ایم. ببین یعنی انقدر دوریم از خونه که یه ذره قلبم داره تون میزنه. باید بریم تو ببینیم چه خبره. چیز گرفتم ولی چند تا آینه داشت، بعد خیلی داغون بود. مثلا اگر یه ذره داغون بود میتونستم رنگش کنم خودم، ولی دیدم خیلی بده واسه همین گفتم ولش کن. نشد. ولی حتما خرید کردیم، کلن شد 20 دلار. انقدر شلوغ بود من نمیتونستم لباسا فیلم بگیرم. ببین وسط هفته است و زمان کاری هم هست، اینجوری هم که چجوری انقدر شلوغه نمیدونم. Anyway بریم خونه. رسیدم خونه واسه تون نشون میدم چیا خریدم. بذارت بهتون نشون بدم.
چی گرفتم؟ یه دونه دو تا چیز واسه دیوارم گرفتم. اینو گرفتم اول 3D. بابک خندید به این. به نظرتون قشنگ نیست؟ به نظرم خیلی گوگولیه. ببینش. I like it. این فکرم $7 بود. اینو گرفتم cause I love Christmas. و آخرین چیز یه دونه لیوان گرفتم که اونم کریسمسیه. هلو. ساعت تقریبا 5:30. ببین انقدر خستم چون هوا هم زود شب میشه، واقعا فکر کردم ساعت مثلا دیگه 8:30 هست حداقل. فکر نمی کنم دیگه بعد از این کاری بکنم. ببین یعنی انقدر منتظر اینم که ترمم تموم شه، واقعا دیگه خسته شدم از دانشگاه. من با ادوایزرم داشتم حرف میزدم که بخوام یه ترم آف بردارم، یعنی اینجوری بودم واقعا دیگه نمیکشم. مثلا شوخی میکنم میگم که مثلا I'm dropping out، میخوام از دانشگاه بیام بیرون، ولی واقعیتش داشتم بهش فکر میکردم. تصمیم گرفتم این کار نکنم به خاطر اینکه همین که بیشتر طول میکشه، به جای 5 سال بعد 6 سال دانشگاه بخونم، هر چقدر بیشتر طولش میدی یعنی واقعا سخت‌تر میشه اینکه بخوای تمومش کنی. واسه همینجورم اوکی whatever میخونم. بعدش هم که واسه ویزام مشکل میخوره، بهتره که بخونم درد سر نشه واسم بعدن. ترم بعدی هم برداشتم، احتمال زیاد اگه خیلی سخت شه کلاس هم بندازم. ترم بعدی 4 تا کلاس برداشتم، هنوز به اونجای کار نرسیدیم، هنوز این ترم هم تموم نکردیم، ولی آخرای داستانه. خیلی منتظره تعطیلات کریسمس هم، یعنی جدی نمیدونی مثلا یه هفته هم که نبودم همش مشغول درس و احساس میکنی واقعا زندگی نداری. بعد الان 3 سال همینجوری داره زندگیت میگذره، ببینی فقط تنها کاری که کردی درس خوندنه، که بعد از یه مدت اصلا همه چی با هم قاطی میشه، یعنی معنی زندگیت پوچ میشه، میدونی؟ But anyway الان حالم بهتره، احساس میکنم تموم شه، یه 3 هفته استراحت کنم، تعطیلات کریسمسی حالم بهترم میشه. هیجان زدم واسه ویدیوهای جدید و ولاگمس. Oh my god it's gonna be awesome. هفته دیگه میبینمتون. Bye.